ما تا اینجا تابع ایف رو یاد گرفتیم و توابه منطقی دیگر مثل اند و اور که کمک میکردن با ترکیب اونها بتونیم شرط یا شرایطی رو درنش گفتش که بررسی بکنیم بریم سراغ توابه بعدی ما تابع ایف رو به عنوان تابع محاسباتی لحاظش نکردیم اما توابه بعدی که کار میکنیم اغلبشون محاسباتی محاسباتیان توی اکسل ساده ترین تابع محاسباتی که میشه در ازش گرفت تابع سامه که کمکمون میکنه یه عمل جمع انجام بدیم من از همین تابع ساده شروع میکنم یواش یواش تابع محاسباتی بعدی رو خدمت شما خواهم گفت مثال پنجم اینجوریه که آقای رئیس به من گفته که مجموع تا خیلی رو من برگرد من میسم مثال پنج خب برای اینکه کپی فرماتم بکنم میرم مثال یکم وای میسم میرم تابه هم میرم فرمت پینتر رو پیدا میکنم و رو مثال پنج کلی می کنم تا ظاهرش تقریبا شبیه مقادیری در مثال قبلی بود بشه خب من می‌خوام اینجا بنویسم مساویه و از اکسل انتظار دارم که بر من بیاد تعداد خریدار رو هر با هم جمع کنه تابع سام رو چکار میکنم اس یو ام خیلی خب تابع سام پیدا میکنه خوشا نوشته وقتی من روش قرار میگیرم توزیع تابع سام رو چیکار کرده آورده پنج تابع سام رو باز میکنم و بعد مقادیر رو همه رو با هم انتخاب میکنم چجوری انتخابش کردم یه بار دیگه با ببینیم مساوی سام پرانتز باز از بالا موسم رو نگر داشتم تا پایین میتونم اینجوری هم ننویسمش بنویسم دیس تا رو دو نقطه برش میزنم دیس دی, دی یازده ناحیه خودش چی میشه؟ انتخاب میشه پن سام میبندم و بعد اینتر میکنم مقدار جمع شو چقدر 1360 این الان کل مقادیر جمع زده شده است تا به حساب که پورت کاربردترین توابع که شما میتونید ازش استفاده بکنید بیایید برای اینکه بحث رو ساده‌تر هم پیش بریم به این مثال 6 رو هم با هم داشته باشیم تو مثال شماره 6 ما دنبال می می‌گردیم که میانگینه تا تعداد خریدهایی که ما داشتیم رو مشخص بکنیم برای این کار من مثلا مساویه میانگین می‌ذارم به زبان انگلیسی میشه اوریج اول هم, هم هست می اوریج ا تا به اوریج رو داره تا به اوریج روش دبل کلیک میکنم خودش وقتی دبل کلیک میکنید روی تابه پرانتز اضافه میکنه اگر نه خودتون پرانتز رو اضافه بکنید مثلا مساویه، اوریج پرانتز باز تا خرید رو میگیرم پرانتز رو چکار میکنم میبندم و بعد اینتر میکنم بنده ظاهرش یکی بشه فرمت پینتر و بعد مثال شیش الان میانگین تاد خرید ما 151 بود در هر بار ما متوسط 151 محصول رو چیکار میکنیم خریدش رو انجام میدیم و تابع پرکاربرد سوم در مجموعه توابع محاسباتی تابع کاونت یا تابعی است که عمل چی رو انجام میده عمل شمارش رو مثال شیش فای میستم فرمت پینتر رو میزنم و ظاهر فونت و اندازه ها رو مثل مثال شماره 6 میکنم زوم رو کم میکنم برای کم زوم میتونم از این پایین استفاده کنم یا اینکه کنترل نگه دارم با دکمه اسکرول وسط موستون با کنترل زومو چیکار کنم کمو زیاد کنم میرم جلوی تابه مثلا هوا میستم و تابه رو چیکار میکنم استفاده میکنم میخوام ببینم کلا چند بار کاونت انتخاب کنم کلا چند بار عمل تمام خرید انجام شده کلا چند بار فروشنده فروش, فروش انجام دادن میرم روی فروشنده قرار میگیرم و بعد پنزو کاونت اینتر میکنم اما جواب صفر برمی‌گشته میشه چرا تاب کاونت تابعیه که عمل شمارش رو انجام میده فقط برای سلول های که مقادر عدید داخلشونه یعنی چی؟ یعنی که اگه به من میگفت رئیسمون برو بشمار کاونت پرانتز باز چند بار تا خرید اتفاق افتاده من از بالا تا پانکه میگرفتم جواب درست برگشت میشد اما اگه به من میگفت برو بشمار در چند تا شهر این اتفاق افتاده متأسفانه جواب اشتباه بود خب برای اینکه اصلاح بشه و ما میتونیم عمل شمارش رو یعنی سلولهایی که تهاوی مقدار هستند چه, عدد چه عددی چه عددی رو برگردونیم از تابع کاونت ای استفاده می‌کنیم تابع کاونت تابع که سلولهایی بر شما میشماره که تون مقدار عددی باشه یعنی چی یعنی اگه من روی این ناحیهش قرار بگیرم بعد از سر روی اولش رو خرید این میشماره یه دونه سلول تاوی مقدار عادی دو تا سه تا چهار تا تا نه تا و جواب نه رو برمی‌گیره یعنی نه تا سلول من پیدا کردم که حاوی مقدار عادی باشن و اگر یکی شما دیلیت کنم چند برمیگردونه شما هشت خب من میخوام تابع کاونت ای رو استفاده کنم تابع کاونت ای چی رو کار میکنه تابع کاونت ای اینجوری کار میکنه برای مثال شما 8 هشت کاری که انجام میده اینه که مثلا مساویه ای باز حالا اگه سلول عددی باشند یا متنی براش فرق نمیکنه سلول های حاوی مقدار بر شما میشماره اگه با کانت می نوشتم برای این مثال میشد صفر اما برای کانت ای برای سلول حاوی مقدار بر شما عدد چند رو برمیگردونه بر شما عدد 9 رو برگشت خواهد داد در ادامه دو تا دیگه هم هست که بسیار پرکاربرده که مینیمم و ماکسیمم مقادیر رو شما چیکار میکنه برمیگردونه من از تابه می میکنم و با یک مثال می شما یاد میدم مینیموم قیمت فروش چقدره مینیموم قیمت فروش چقدر است قیمت فروش مینیموم مساوی مین پرانتز باز بعد قیمت فروش کلا انتخاب میکنم پرانتز رو میبندم و بعد اینتر مینیموم قیمت فروش چنده الان سی هست و همینطور میتونم مثال شماره ده مثال شما ده ماکسیموم قسمت قیمت فروش رو به دست بیارم مثلا مساویه مکس پرانتز باز قیمت فروش رو از بالا با تا پایین انتخاب میکنم پرانتز رو میبندم و بعد اینتر ماکسیموم قیمت فروش چیکار کردم من به دست دارم در این توابه که با هم داشتیم از توابه سام در واقعش گفت کاونت اوریج مکس و مین استفاده کردم به عنوان اولین توابه محاسباتی